چرا تو سال 1402 داریم بیشتر من رو تو اینستاگراماتون میبینید؟ خب من معتقدم که آگاهی دشمن جهل و انسانهای آگاه کمک میکنن به همدیگی که زندگی بهتری داشته باشن تا زندگی همدیگر رو سخت. میخوام اینو واسهتون با یه مثال توضیح بدم. یه زمانی بود ما وقتی ورزش میکردیم 14-15 سالمون بود، مربی هامون اجازه نمیدادن که ما آب بخوریم بین تمرینمون، و بعد از اینکه یکم رفتن در واقع کلاسای مربیگری، یکم تلویزیون جاشو باز کرد بین مردم، فهمیدن که نه، دارن بین تمرینات آب میخورن. و من همیشه برام سوال بود که اگر مثلا اون موقع علم الان بود چه اتفاقی برای ورزشکارای ما میفت و اصلا زندگیشون چه تفاوتهایی میکرد. خب تا زمانی که من با رشته تربیت بدنی آشنا شدم، همینجام بگم اگر من رشته تربیت بدنی نبود، همون اول دبیرستان کلا همه چی میذاشتم کنار. وقتی با مدرسه تربیت بدنی آشنا شدم، کم کم با رشته تربیت بدنی آشنا شدم و فهمیدم که یک بیزینسی هست به اسم تربیت بدنی که خیلی بر علیه جبهه دارن. اولا که اول که بهمون میخندیدن میگفتن اینا سود دستشون، بعدن صنعت پردرآمد غذای فست فود، صنعت پردرآمد بیمارستان و پزشکی نمیذاره ورزش پیشرفت کنه. برای همینی که تو دنیا به جای اینکه بیشتر استادیوم های ورزشی، مکان های ورزشی بسازن، دارن چیکار میکنن؟ بیمارستان میسازن. اولا که داره کنترل جمعیت انجام میشه، دوم این که کلا نگاه بسیار بدی به سلامتی جامعه و کمک به همدیگه تو حوزه ورزش تو دنیا هست. خب منم به عنوان کسی که این رشته رو دوست دارم و بدون تعارف بهتون بگم، من لذت میبرم، تفریح میکنم از اینکه برم یه چیزی رو سرچ کنم، در موردش کسب دانش کنم و بتونم در موردش حرف بزنم. این یکی از لذت‌هاییه که حالا خدا به من داده و خیلی هم واسم جذابه. خب تو این سال 1402 من یه چیزی حدود 30 تا ویدیو تو حالا گذاشتم. شما که الان 62 روز گذشته دیگه، ماهش 31، 62 روز گذشته، یه امکانی اینستاگرام اضافه کرده به اسم واچ تایم. توی این واچ تایم به شما میگه که هر ویدیو شما چقدر دیده شده. خب بیشترین ویدیوهایی که من ساختم و دیده شده، ویدیو آیلان ماسک، پونتی که آبی رونالدو بود، پوما آدیداس بودن، باشگاه سپاهان و آرات بود و مسی در عربستان. خب جمع این واچ تایم رو من توی حساب کردم شده 616 ساعت و 54 دقیقه، یکم بالا و پایین تر. یعنی یه چیزی حدود 25 روز شماها نشستین، رفقای من ویدیوهای منو دیدین. آیا یه موضوع دیگه که یادم نرفته بگم این که شما رفقای من هستین، حداقل یک بار یه سری از شما بیرون همدیگر رو دیدیم، توی فضای واقعی همدیگر دیدیم. چون جامعه‌ای که اطراف من هستن، جامعه افرادی که دوست دارم تو پیج من باشه، کسایی باشن که یکم فکر کنن دیگه در حوزه ورزش، هر چیزی رو نپذیرن. از این به بعد هم سعی میکنم ویدیوهام رو اول توی یوتیوبم آپلود کنم و یه هدفم اونجا گذاشتم، اینکه اونجا رو مانیتایز کنم که واسه خودم جذاب‌تر بشه، بیشتر وقت بذارم، بتونم امکانات بیشتری داشته باشم، تدوینگرای بهتری استفاده کنم و طراحی های بهتر و یکم حرفه‌ای تر بشه کار به نظر خودم، و حتما هم سعی میکنم بهش برسم. خب توی یک ماه گذشته بد نبوده تا حالا پیش رفتم. آیدی من واسه تو میذارم، اگه دوست داشتون اونجا سابسکرایب کنید منو. و همین، دمتون گرم. یه چیز دیگه اینجا نوشته، تو دنیایی که اینو خداش یادم، تو دنیایی که چت جی پی تی شاید این مهمترین بخش صحبتام، تو دنیایی که چت جی پی تی خیلی ها رو به زودی از کار میندازه، خیلی ها رو بیکار میکنه، سعی کنیم به همدیگه کمک کنیم. من قبلا میترسیدم که تو متاورس خطرناک باشه، خیلی از سرش وقت گذاشتم، ولی الان در مورد چت جی پی تی دارم میفهمم. ویدیویی که الان دارین میبینید، چندین ویدیوی گذشته من رو من موضوع دادم و چت جی پی تی اومده اون سناریو رو نوشته.